آن ما حدود تقریبا 250 هزار نفر رو واکسن زدیم تا الان و حدود 55-6 هزار نفر هم دوز دوم رو گرفتن. ایران عقبتر از بسیاری از کشورها در رقابت جهانی برای خرید واکسن. بخش خصوصی میگوید کمکی از دستش بر نمی آید. از یک نماینده سابق مجلس ایران میپرسیم این کشور برای عبور از بحران واکسن چه میتواند بکند؟ در ادامه برنامه امشب، کسادی بازار کار ایران در سال کرونا، شمار زنان شاغل به پایین ترین حد در 5 سال گذشته رسید. حبس خانگی ولی عهد سابق اردن و بازداشت عده‌ای به اتهام طراحی کودتا، دولت میگوید با طرفهای خارجی رابطه داشتند. و 3 دهه بعد از پایان جنگ با عراق، مین هنوز در ایران قربانی میگیرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. موج موج آمده و فوج فوج با خود برده. کرونا یک هیولای میکروسکوپی که در شرق و غرب جهان جان بیشتر از 2,800,000 نفر را گرفته. به همین دلیل برنامه جهانی برای واکسیناسیون علیه کووید 19 به راه افتاده که در تاریخ سابقه ندارد از نظر گستردگی و سرعت اجرا. ولی دولت ایران هنوز اندر خمه کوچه است. در همسایگی ایران در ترکیه 15 میلیون نفر واکسینه شدند. در امارات متحده عربی نزدیک به 85% جمعیت. ولی در ایران کمتر از 0.5% کل جمعیت واکسن زدند، چرا که دولت نتوانسته به مقدار کافی واکسن وارد کند. اگر همه چیز درست پیش برود احتمالاً واکسن‌های ایرانی تابستان به بازار می‌رسند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید که بخش خصوصی می‌تواند با عرض دولتی واکسن وارد کند، ولی چنین کاری عملی است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از پرهام قبادی. در ابتدای پیک 4 در حقیقت هستیم. این افزایش هنوز دایه این رو داره که ما بستری و مرگمون افزایش پیدا خواهد کرد. هشدار مسئولان بهداشت و درمان درباره شروع خیز 4 کرونا در ایران. موارد سرپایی، اول سرپایی میره بالا، 1-2 هفته بعد بستری، 1-2 هفته بعد مرگ میره بالا و متاسفانه ما این روند رو خواهیم داشت. حالا یه مقدار به مارمزون چشم امید بستیم که بالاخره رفت آمدا کم میشه و امیدها و آرزوهای دولت به جای اقدامات قاطع. آمار تلفات کرونا در ایران دوباره 3 رقمی شده، اما میزان واکسیناسیون بسیار ناچیز است. ما بیشتر حساس شد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید این موج همه‌گیری از قبلی ها خطرناکتر است. ولی پیشبینی ما اینه که این خیز 4 که داره شروع میشه از 3 خیز قبلی بسیار شدیدتره و میزان و حجم مراجعان ما بسیار بیشتره. معاون وزیر بهداشت میگوید سفر به ترکیه احتمال وارد کردن انواع جهش یافته ویروس به ایران را در پی دارد. چون بالاخره اینا توریستی هن، فرودگاه هاشون پروازهای خیلی زیادی داره، چه امارات چه ترکیه، نگران ویروس برزیلی هم هستیم. اما دولت برای رفع این نگرانی ها هیچ اقدامی نکرده. مرز زمینی و هوایی به ترکیه باز بوده و تازه میخواهد بسته شدن مرز را بررسی کند. نوشدارو پس از مرگ. کشور دیگه کشور ترکیه است که این اواخر دوباره سوش غالبش شده سوش انگلیسی، که به خاطر اون هم 2 روز پیش آقای وزیر بهداشت نامه زدن برای بستن مرز هوایی و زمینی ترکیه، که اونم حالا دارن روش کار میشه که انشالله این اتفاق بیفته. در ایران هم میزان واکسن کرونایی که وارد کشور شده خیلی کمه، هم میزان تزریق خیلی پایین بوده. مقام های بهداشت و درمان ایران میگن به 250 هزار نفر دوز اول واکسن کرونا رو تزریق کردن. اگر با جمعیت 83 میلیونی ایران مقایسه بکنیم میشه 0.3% کل جمعیت، یعنی حتی از 0.5% هم پایین تره. این جدول میزان تزریق واکسن کرونا رو از دسامبر سال 2020 تا ماه گذشته میلادی نشون میده به ازای هر 100 نفر. میبینیم که اسرائیل در صدر جدول قرار داره و بعد از اون امارات متحده عربیه، در قعر جدول افغانستانه و 1 پله بالاتر از اون ایران.
انشاءالله تا پایان سال واکسن به اندازه کافی وارد میشه، تولید میشه. از طرفی دولت که پیشتر میگفت برای تهیه واکسن مشکلی ندارد، حالا میگوید هند پول را گرفته اما واکسن را نمیدهد. دادستانی اونجا اینو متوقف کرد و نذاشت بیاد، در صورتی پول کامل هم داده بود. خب دلیلش این بود که بالاخره دادستانی هند اعلام کرد هند وضعیتش خوب نیست و ما نیاز به واکسن خودمون داریم. دولت برای وارد کردن واکسن 10 روز پیش دست به دامان بخش خصوصی شد، اما حالا وارد کنندگان دارو میگویند واکسنی برای واردات وجود ندارد و هیچ کدام از شرکت‌های خصوصی موفق به خرید واکسن نشدند. در نبود واکسن و محدودیت‌های سختگیرانه، فعلاً چشم‌انداز روشنی برای مقابله با کرونا به نظر نمی‌رسد. پرهام قبادی، بی بی سی. بابک قرایی مقدم، جراح مغز و اعصاب و عضو سابق هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران از تهران با ماست. آقای قرایی مقدم، بعضی از کسانی که در بخش خصوصی فعال هستند میگن که در بازار حتی اگر بخش خصوصی ایران مشکلاتی هم نمیداشت و وارد میشد، واکسن به اندازه کافی پیدا نمیشه. چقدر برای بخش خصوصی عملی است که وارد بشه؟ سلام عرض میکنم. تقریبا احتمالش خیلی پایین هست. عملا دولت برای اینکه به هر حال بگه که هر کسی میتونه وارد بکنه داره این رو به بخش خصوصی پیشنهاد میکنه، ولی بعید بدونم که بخش خصوصی هم بتونه واکسن قابل ملاحظه یا اصلا واکسنی رو وارد کشور بکنه. وقتی دولت امکانش براش وجود نداره و یک رقابت جهانی برای در حقیقت واکسن وجود داره، شما در کشورهای مختلف میبینید، الان در اتحادیه اروپا میبینید، عملا بین انگلستان و اتحادیه اروپا هست، در خود هند عملا قرار بود که در طرح کوواکس ایران 3 میلیون خورده‌ای در حقیقت در قالب طرح کوواکس واکسن آسترازنکا رو وارد کنه که اون در حقیقت در تولید هندش بود و همونطور که حالا فرمودن عملا دادستانی هند جلوی این قضیه رو گرفته، یه تعداد محدودی وارد شده از هند ولی عملا تعداد خیلی کمی در مجموع وارد کشور شده، یه چیزی حدود شاید 1 میلیون نفر، 1 میلیون دوز، حدود 500,000 تا از روسیه، یه تعدادی از چین و یه تعداد کمتری از هند وارد کشور واکسن شد. ایران با هند رابطه خوبی داره، با چین رابطه خوبی داره، با روسیه رابطه خوبی داره. این سه تا کشورهایی هستن که در سطح وسیع واکسن تولید کردن. فکر میکنید که چرا خیلی از کشورها تونستند از این منابع تأمین بکنن، مثلا کشورهای عربی، مثلا ترکیه، ولی ایران نتونسته؟ خب ببینید، در مورد اینکه با همین که رابطه خوبی داره، تازه همین یه تعداد محدود وارد کشور شده. خب ولی شما در نظر بگید مثلا در مورد هند، به صورت خاص در مورد هند، خب اونها باید اول جوابگوی کشور خودشون باشن. یک کشور بسیار بسیار وسیع، یک جمعیت بسیار زیاد با الان مرگ و میر شدید، خب قطعا به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اونها اولویت رو در حقیقت برای کشور خودشون میگذارند. در مورد روسیه و چین هم همینطوره، ولی تعداد خب به نسبت خوبی وارد شده. اینها به نظر میرسه که همین 1 میلیونی که الان هست، حالا یه تعداد مقدار دیگه هم میتونه وارد بشه، اینها داره عملا به صورت کجدار و مریض داره تزریق میشه به گروه های پرخطرتر تا تولید کشوری در حقیقت وارد بشه، یعنی اون فاز انسانی واکسن های کشور عملا به مرحله انتهایی برسه، مجوز پیدا کنه و تولید کشوری صورت بگیره و بعد اون موقع میتونن با سرعت خیلی بیشتری این واکسیناسیون رو انجام بدن. الان که عملا سرعتی حساب نمیشه، عملا دارن دستگرمیه، یعنی داره سیستم داره فقط خودش رو حاضر میکنه تا تعداد بیشتری واکسن وارد کشور بشه و بعد بتونن واکسیناسیون نسبتاً
خوبی رو در تا شاید ماهای آینده انجام بده. آقای قرائی مقدم، چقدر موانع داخلی اینجا نقش داشته؟ مثلا ما میدونیم دیگه در ایران گفته شد که واکسن های انگلیسی و آمریکایی نباید خریداری بشه، نباید وارد بشه. وقتی ما به فهرست کشورهای خاورمیانه نگاه میکنیم، ایران در جمله پایین ترین ها هست از نظر وارد کردن واکسن و همینطور واکسن زدن. مثلا ایران از عمان و لبنان و اردن و کویت و بحرین و قطر و تعداد دیگه از کشورها در منطقه عقب‌تره. من این رو خیلی کم نقشش رو میدونم، بیشتر حدسم اینه که عملا همون مشکلات تحریم به دلیل اینکه ایران امکان خپیش خرید سریعتر و زودتر این واکسن رو در برای کشورهای مختلف نداشته، این عملا به قول معروف این مشکل پیش اومده. یعنی من این رو باز بیشتر مربوط به مشکلات تحریمی میدونم تا مثلا اینکه فرض کنید که چند تا که واکسن حالا فایزر و مدرنا و اینها عملا به کشورهای خیلی محدودی رسید به جز آمریکا. الان انگلستان هست، خب رابطه ایران آمریکا و بریتانیا رو شما با رابطه ایران و آمریکا نمیتونید مقایسه کنید، یا چند تا کشوری که از دوستانشون هستن در منطقه. وگرنه بقیه هم اون پیش خریدها بیشتر به دلیل اینکه این مشکلات عملا تحریمی به نظر بنده وجود داشته، خب شرکت ها وقتی که به قول معروف مشتری دم نقد دارن و بدون هیچ دردسر و بدون مشکل، طبیعتا اونها در ایران رو جزو فهرست آخر قرار میدن. به همین دلیل من خیلی خوشحال بودم از اولش و که وقتی شنیدم که چند شرکت ایرانی تولید رو در ایران شروع کردن، این خوشحالی بود که به هر حال در ماه‌های آینده این بتونه باعث بشه که ما یک واکسیناسیون کشوری خوب رو تا آخر سال بتونیم داشته باشیم. امید قول داده بودم که مثلا یه چیزی تا همین الان 1 میلیون و خورده‌ای واکسینه بکنن عملا بیشتر گروه‌های پرخطر رو، ولی باز عرض کردم به دلیل همون محدودیت‌هایی که برای ورود واکسن وجود داشت تا همین، یعنی به علی‌رغم حتی قولی هم که قبلا داده بودن، ما دیدیم که یعنی از واکسیناسیون خیلی عقب‌تر هست. 1/4 این تعداد الان واکسینه شدن، پس منظورتون این هست که این قولی که داده شد چندان واقع بینانه نبوده؟ عملا ببینید واکسن این که الان حدود 1 میلیون اگر واکسن وارد شده باشه و 250,000 نفر رو واکسینه کرده باشن، از لحاظ سیستم بهداشت درمانی ایران برای اینکه بیاد مثلا 750,000 نفر دیگر رو واکسینه بکنه، شاید ظرف یه هفته بتونه این کارو کنه. بنابراین این عجله رو نداره، نمیخواد که دپو خودش، ذخیره خودش رو صفر کنه که عملا یک مشکلات اجتماعی، مشکلات مختلفی به وجود بیاد. اگر یه مورد اورژانسی پیش بیاد، موارد خاصی پیش بیاد، الان گفتن مثلا یک سری از ورزشکارها که قرار هست مثلا برن به کشور دیگه برای اینکه اینها چیز نشن، ما بهشون اونو واکسن. بنابراین اونها اون ذخیره خودشون رو نگه میدارن، کم کم به گروه هدف گروه یک. الان ما حتی کادر درمان هم، همه کادر درمان نیست، اعلام کردن کادر درمانی که به صورت مشخص با کرونا در ارتباطن، یا پرسنل غسالخانه ها رو الان واکسینه کردن. این موارد رو الان دارن، یا مواردی که خیلی پرخطر هستند و بیماری خیلی خاصی دارن رو دارن الان واکسینه میکنن. گروه دوم میشه مثلا افراد بالای 65 سال و بیماری هایی مثل سرطانی ها فلان ها، و بالا مثلا مثل اقشاری مثل پزشکانی که در بیمارستان های سفید و اینها هستن. بنابراین اینها عجله ندارن به دلیل اینکه میدونن که این یه هفته این کار رو میتونن بکنن، منتظر هستن که همینجور واکسن بیاد که عملا این ذخیره رو داشته باشن. خب آقای قرائی ببخشید، چون شما میگید که اینا در انبار نگه میدارن، نمیخوان انبارشون خالی بشه یا اصطلاحا دپوی شما خالی بشه، این اولویت سنجی باید قبل از این میشده. واکسن رو اگر دارند چرا نباید ظرف یک هفته بزنن؟ برای چی نگه دارن؟
ببینید اولویت مشکل سنجی مثلا اگر هست باید قبل از این انجام می شده. یک ساله که با این مشکل اینا دست به گریبانن. ببینید واکسنی وجود نداره اونچنان. مسئله ما در مورد 1 میلیون واکسن داریم صحبت میکنیم. مثلا الان گفته میشه 250-300 هزار تاش واکسینه شده، توی هفته های آینده قرار هست چند صد هزار نفر دیگه واکسینه بشن. متوجه هستی؟ متشکرم. مسئله اینه که میخوان ظرف این یکی دو ماه این کار انجام بدن تا اینکه بتونن اولا واکسن بیشتری وارد بکنن، یک که احتمالش خیلی زیاد نیست، ولی از اون مهمتر واکسن داخلی کشور تولید بشه بتونن انبوه واکسن. ممنونم از بابک قرائی مقدم، جراح مغز و اعصاب و عضو اسبق هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس ششم ایران و فعال حقوق بشر هم از مریلند آمریکا با ما هستند. آقای خوئینی، اگر نگاه بکنیم به سیاست‌گذاری دولت در مورد واکسن، از نظر شما آیا شرایط فعلی ماحصل همین سیاست‌گذاری است؟ برای من فکر می‌کنم بیشتر مشکل از متاسفانه سیاست‌گذاری در داخل هست و سو مدیریت در داخل کشور هست. بیشتر برمیگرده به بحث‌های حاکمیتی، حتی نه در بخش قوه مجریه، کلیت حاکمیت سیاست‌گذاریش در ارتباط با این موضوع واکسن اگه مشخصا بخوام صحبت بکنیم، متاسفانه ایراد بزرگی بهش وارد بود. البته من رد نمی‌کنم فرمایش آقای دکتر قرایی که پیش مهمان محترم قبلی فرمودن که بحث تحریم، اون هم مشکل وجود داشت، ولی خود همه شاهد بودیم همین توی همین برنامه مشکل انتقال ارز در چند ماه قبل از ایام کریسمس بود، اون مسئله حل شد و ایرانیان زیادی توی این حوزه فعالیت کردن در داخل در خارج کشور و اون مسئله حل شد. من الان فرصت زیادی رو دولت ایران دست داد به خاطر اینکه بایستی فعال می بود مثل بقیه کشورهایی که تو این رقابت حضور داشتن، دولت هاشون قرارداد هاشون رو در واقع منعقد می کردن. حتی خیلی از این شرکت های واکسن سازی که هنوز نتایج کارشون مشخص نشده بود، خیلی هاشون پیش پرداخت هایی رو دریافت کردن. در واقع پیشاپیش می دونستن که داره به چه سمتی میره، دولت ها فعال بودن. دولت ایران در همون مرحله اول که مسئله انتقال ارز حل شد، حداقل در کوواکس خاطرمون هست، یک دفعه با یک شوک بزرگی مواجه شد، یعنی بخش قوه مجریه و وزارت بهداشت، که آقای خامنه‌ای اومدن گفتن که از کشور سازنده امریکا و انگلیس نباید بیان. یعنی در واقع دو تا اون موقع و الان سه تا شده، فایزر و مدرنا بود و واکسن آکسفورد رو عملا از مدار گفتگو و مذاکره دولت ایران خارج کردن تو مقطع و بسیار بسیار فرصت کشی شد. الان که جانسن اند جانسن هم اضافه شده در امریکا و بقیه واکسن های دیگه که جای دیگه بود، این از این بخش مسئله مشکل سیاست گذاری بود و بحث حاکمیتی بود. مسئله دوم مثلا این بود که اجازه استفاده اضطراری که سازمان داروغذا بایستی داشته باشه که به لحاظ علمی تک تک اینهایی که سازمان بهداشت جهانی هم تایید کرده واکسن ها رو بررسی کنه و مجوز اضطراری صادر کنه، اینها خیلی هاشون در واقع بهشون داده نشد یا به ارزیابی نشد، نتیجهش گفته نشد که رد یا تایید، و خیلی از این شرکت و خیلی خود دولت در واقع این وسط نمیتونست دیگه اقدام بکنه. اگر میخواست در واقع با شرکت های واکسن ساز میخواست صحبت بکنه، بایستی مدرک ارائه میداد که اینها مجوز اضطراری دارن. خیلی از اینها هنوز هم مجوزش صادر نشده. خیلی از کشورهایی که دست به گریبان با مشکل کرونا هستند، مسئله توزیع واکسن براشون مسئله مهمی بوده. مثلا در همین بریتانیا تصمیم گرفتن که فقط سن رو مد نظر قرار بدن، از سنین بالا اومدن به سمت سنین پایین، و البته افرادی که بسیار در ریسک بالا بودن و در خطر بیشتر از بقیه. اینه که بخش خصوصی بخواد در ایران وارد بشه چقدر عملیه؟ راه حل اینه؟ خب بخش خصوصی رو شاید دولت فکر کرده، قوه مجریه در وزارت بهداشت فکر کرده که یه مقدار انعطاف پذیری بیشتری داره، چابکتره. مثلا این کندی که تو کار دولت و مسائلی که پیچیدگی که هست خودتون میدونید، و شاید از این جهت به اصطلاح خواسته یه مقدار میدون رو باز بکنه، اونا بتونن از طرقای مختلفی که توی سالیان گذشته هم سعی کردن جست و گریخته دارو وارد کنن و خیلی از کارا رو انجام بدن، اینجا مثلا وارد بشن. اما در ارتباط توزیعش به خصوص توی این مرحله و حتی خریدش، غیاب خود دولت توی مذاکرات بین المللی با شرکت‌ها و دولت‌های طرف خارجی و سازمان‌های بین المللی
بسیار بسیار مضر هست و خطرناکه، چون بدون حضور دولت ایران حتی خیلی از شرکت ها امکان این مذاکره رو حتی ندارن که باشون قراردادی ببندن یا بهشون توافق در واقع انجام. یک نمونهش رو ما شاهد بودیم و دولت ایران هنوزم که هنوزه در واقع نتونسته باش یعنی جواب بهشون نده که بخواد مذاکره کنه، چون اجازه مذاکره نداره. به همین خاطر این مسئله بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه، بخش خصوصی فقط در ورودش و در بخش های از به اصطلاح توزیعش شاید بتونه نقش مهمی ایفا کنه، اما راه حل اصلی در اینه که حاکمیت یعنی آقای خامنه‌ای اجازه بده، همونطوری که برای آکسفورد آسترازنکا نهایتاً واکسن انگلیسی رو از یک منبع و منشأ کارخونه غیر انگلیسی رو اقلا اجازه دادن از آسیایی وارد بشه که حالا اون پروسه‌اش داره طی میشه و مشکلاتش حل بشه. در ارتباط با بقیه واکسن ها، سه تا واکسنی که در امریکا از فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون که بتونن در واقع مجوز اضطراریش مورد بررسی قرار بگیره و صادر بشه و بتونن با این شرکت ها هم وارد مذاکره بشن، دولت خودش حضور داشته باشه توی مذاکرات خارجی و به سفرا این اجازه رو بده. متاسفانه خیلی این روشن نیست مجوز اضطراری در حتی هیچ کدوم از اینها اعلام نشده که سازمان دارو غذا خواسته باشه اعلام بکنه. بنابراین این مسئله سیاسی شدن واکسن باید کنار بره، به خصوص خطری که الان وجود داره اینه که ما هر چقدر داریم نزدیک میشیم به خرداد ماه به انتخابات ریاست جمهوری داریم نزدیک میشیم و این مسئله باید جدا بشه از موضوع انتخاب، مسئله داخلی ایران، سیاست داخلی ایران باید جدا باشه. یه تلقی پیش اومده که انگار حاکمیت بخشی که رقیب دولت موجود هست نمیخواد اجازه بده این دولت حتی در رابطه با مدیریت کرونا و بحث واکسن موفق بشه، چون ممکنه تو انتخابات به مردم بگه که من تونستم در واقع مسئله رو حل بکنم و این به اصطلاح بسیار نگاه خطرناکی هست. آقای خامنه‌ای باید رأساً دستور بده این مشکل حل بشه و دولت بتونه به اصطلاح پرواکتیو خیلی فعال در عرصه بین‌المللی بتونه مذاکره بکنه و این مشکل رو تا حدی که میتونه حل بکنه. من مطمئنم ایرانیان شرافتمند که در خارج کشور هم هستن اگر مانعی در ارتباط با این مسئله ببینن که از منظر بین‌المللی باشه باز هم تلاش خواهند کرد که تو این زمینه کمک بکنن، ولی متاسفانه الان چیزی هستش که در داخل ایران حاکمیت این مسئله رو حل بکنه و نظر بده. سپاسگزارم از علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس ششم ایران و فعال حقوق بشر از مریلند آمریکا با ما. دولت اردن میگوید شاهزاده حمزه بن حسین ولیعهد سابق و بعضی از نزدیکان خانواده سلطنتی با هماهنگی طرفهای خارجی میخواستند کودتا کنند. شاهزاده حمزه که برادر ناتنی ملک عبدالله است میگوید در حبس خانگی است. دست کم 14 نفر هم بازداشت شدند. حمزه بن حسین در ویدیویی که در اختیار بی بی سی گذاشته گفته که حکومت میخواهد صدای انتقاد او از فساد را خفه کند. ولی وزیر خارجه اردن گفته که نهادهای امنیتی لحظاتی قبل از ساعت صفر یا زمان شروع این توطئه وارد عمل شدند. کسرا ناجی گزارش میدهد. این گوشه ای از ویدیویی که ولیعهد پیشنه اردن در اختیار بی بی سی گذاشته، ویدیویی که دیروز در حبس خانگی ضبط شد. رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن صبح امروز به دیدنم اومد و به هم گفت حق ندارم از خونه خارج بشم یا با کسی تماس بگیرم، چون کسانی در اطراف من از دولت و پادشاه انتقاد کردند. مشاهدین الکرام، و این چند ساعت بعد خبر فوری تلویزیون دولتی اردن، گوینده از قول بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح اردن میگوید به حمزه بن حسین ولیعهد پیشین برادر ناتنی پادشاه گفته شده فعالیت‌هایش را متوقف کند. تحقیقات وسیع دستگاه‌های امنیتی نشان داده که این فعالیت‌ها امنیت و ثبات کشور را به خطر انداخته است. گوینده از قول بیانیه ستاد مشترک میگوید که طی این تحقیقات باسم ابراهیم عوض‌الله وزیر پیشین دارایی و شریف حسن بن زاید رئیس پیشین دربار و تعدادی دیگر دستگیر شدند. در خیابان‌های نیمه تعطیل عمان اوضاع ظاهراً آرام است، اگرچه گزارش‌هایی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در اطراف کاخ سلطنتی منتشر شده. روزنامه‌ها گوشه‌هایی از بیانیه ستاد مشترک را تیتر کردند، مثل این یکی که می‌گوید تلاش‌ها برای پایان دادن به امنیت کشور خونسا شد.
این یکی نوشته شاهزاده حمزه دستگیر نشده است. این مرد میگوید انشالله سایه خاندان هاشمی بر سر همه اردنی ها و به خصوص بر سر همه دشمنان کشور و افراد فاسد باقی خواهد ماند. واشنگتن پست که خبر توطئه را اول دیشب منتشر کرد از قول منابعی دربار نوشته که یک توطئه پیچیده و فراگیر در جریان بوده که بعضی از سران عشایر و مقام‌های امنیتی کشور هم در آن دست داشتند، اگرچه خود شاهزاده حمزه در ویدیویی که ضبط کرده چیزی از آن نمی‌گوید. من مسئول از همپاشی حکومتداری نیستم. من مسئول فساد و بیکفایتی که از حدود 15-20 سال پیش در کشور حاکم بوده نیستم. شاهزاده حمزه پسر پادشاه سابق اردن ملک حسین است که 4 همسر داشت و پادشاه فعلی ملک عبدالله فرزندی از همسر دوم ملک حسین است، ملک مونا. شاهزاده حمزه پسر بزرگ ملک حسین از همسر 4مش است، ملک نور. شاهزاده حمزه ولیعهد اردن بود، اما 16 سال پیش ملک عبدالله او را از ولیعهدی خلع کرد و بعد هم پسر خودش حسین را ولیعهد کرد. ملک نور امروز از شاهزاده حمزه دفاع کرد. او در توییتی نوشته است که برای معلوم شدن حقیقت و برقراری عدالت دعا می کند. عدالت برای همه کسانی که هدف این اتهام‌های خبیثانه قرار گرفتند. خدا همه آنها را حفظ کند. این عکسی از روزهای بهتر در سال 2012، نزدیک به 9 سال پیش، در عروسی شاهزاده حمزه. اینجا در لباس نظامی در کنار برادرش ملک عبدالله و مادرش ملک نور در سمت راست تصویر و همسر ملک عبدالله ملک رانیا در سمت چپ. بسم الله الرحمن الرحیم. این معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن ایمن صفدی که امروز در تلویزیون اردن گفت که شاهزاده حمزه قصد بی سواد کردن کشور را داشت و با 14 تا 16 نفر دیگر که دستگیر شدند محاکمه خواهد شد. او گفت شاهزاده حمزه با یک کشور خارجی در ارتباط بود که هواپیمایی را برای بیرون بردن او از کشور مهیا کرده بود. از واکنش ملک عبدالله هنوز خبری نیست. تقریبا همه کشورهای عربی و متحدان اردن امروز در پیام‌هایی از او حمایت کردند و از اردن به عنوان جزیره ثباتی در منطقه ناآرام. کسری ناجی، بی بی سی. سعید ریزوندی مترجم و کارشناس جهان عرب از لندن با ماست. آقای ریزوندی، ما این چیزها رو خیلی از اردن نمیشنیدیم. الان به نظر میاد که اونجا پشت پرده رقابتی در خاندان سلطنتی در جریان بوده، درسته؟ بله درسته. این مشکلاتی که در خاندان سلطنتی بوده خب قدیمی بوده، همچنان که در گزارش شما اومد. در زمان حیات ملک حسین ایشون بالاخره تمایل داشتن که امیر حمزه ولیعهد ملک عبدالله پیشین فعلی باشن، که بعد از مرگ ایشون بالاخره ملک عبدالله قدرت خودش رو تثبیت بخشید. بسیاری از طرفداران ملک حسین رو باشی روند و در نهایتاً در سال 2004 پسر خودش رو که نام او هم حسینه به جای خودش، یعنی ایشون رو خلع کرد و پسر خودش رو به جای ایشون به عنوان ولیعهد کشور گمارد. به همین خاطر این تازگی نداره، منتها این مسار همه پنهان بود. مسار جهان عرب که پیش اومد، نارامی ها، اینها رو به تعویق انداخت. و خب مسار دیگه هم هست که در ادامه گفتگو بهش میپردازیم، احتمال نقش خارجی و و و چیزهای دیگه. همین احتمال نقش خارجی، انگشت اتهام گویا کم و بیش به سمت عربستان سعودیه، درسته؟ بله، گفته میشه اون محور عربستان سعودی، امارات و اسرائیل این کار رو انجام داده. اینا واقعا در حد گمانه‌زنیه، اما کارشناسان مطلع امور اردن میدونن که این احتمال خیلی خیلی نمیشه روش حساب کرد تا اینکه ما اطلاعات دقیقی به دست بیاریم. چون ببینید صحبت اینا این است که به هر حال ملک عبدالله موضع‌گیری خیلی سختی داشت نسبت به معامله قرن و سنگ اندازی می‌کرد در تحقق اهداف
اسرائیل در فلسطین. و این خب خوش آمد سعودی و محور سعودی و عربستان و امارات و اسرائیل نمیمان، ولی به نظر نمیرسه این چنان اهمیت زیادی ایش. اگر هم داشته باشه نقش اصلی رو اونا نداشتن. ممکنه در بازی های سیاسی بعدش اینا میتونستن دفاع بکنن از امیر حمزه. اما یک نکته رو من عرض بکنم خدمتتون، امیر حمزه هر زمان موضوع معامله قرن هم به شدت واکنش نشون داد نسبت به انتقال سفارت آمریکا از اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس. بسیار واقعا در حد گمانه‌زنی است، ما نمیدونیم. چقدر جای پای ملک عبدالله محکمه؟ بله ببینید، جای پای ملک عبدالله در یک معادله خیلی دشواری تو اردن حکومت میکنه، خصوصا بعد از اتفاقاتی در بهار عربی پیش اومد. یک نوع کارتلی واقعا مثل کشورهایی که دست نظامی هاست، منافعی که بین اشاعر و قبایل اونجا هست، با عمرای ارتش قدرت اقتصادی و نفوذ زیادی دارن. اینها به حال یک اتحادی رو، ائتلافی رو با هم تشکیل دادن و حکومت رو در دست دارن. از لحاظ خارجی هم ما میدونیم دیگه، ملک عبدالله از نظر کشور غربی یک حاکم میان رو به حساب میاد، چون اونها دقیقا میدونن بدیل ملک عبدالله سلفی ها و اخوان مسلمین و کسانی هستن که منافع اونها رو بیشتر به خطر میندازن. از طرف دیگه اسرائیل هم تنها نگرانیش دو مسئله است: یکی ثبات مرزهاش با اردن و حفظ اون معاهده صلحی که داره. به همین خاطر ملک عبدالله هم از نظر خارجی هم از نظر داخلی دارای چنان نفوذی هست که بتونه بله. از اون محلکه بالاخره جان سالم بدن. ممنونم از سعید ریزوندی، مترجم و کارشناس جهان عرب در لندن. وضع بازار کار در ایران اصلا خوب نیست. این خلاصه تازه ترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران درباره وضع اشتغال و بیکاری است. گزارشی که نشان می‌دهد از پاییز تا زمستان پارسال شمار شاغلان 300 هزار نفر کم شده. نرخ بیکاری 0.3% بالا رفته و میزان مشارکت اقتصادی یعنی درصد افراد شاغل و جویای کار پایین آمده. بهرنگ تاجدین در گزارشش می‌گوید وضعیت برای زنان حتی بدتر است و شمار زنان دارای کار به پایین‌ترین میزان در 5 سال گذشته رسیده. پوز عالی، اتاق‌های خالی. این وضعیت بسیاری از هتل‌های ایران در بیش از یک سال گذشته است. محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا از یک طرف و افت قدرت خرید مردم از طرف دیگر مسافران را کم کرده و خیلی از هتل‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده و باعث بیکاری کارکنانشان شده. رئیس جامعه هتلداران ایران چند روز قبل از عید گفت از ابتدای کرونا تا بهمن ماه هتل‌ها 14 هزار میلیارد تومان ضرر دادند. هتل‌ها به زحمت خود را نگه داشتند، چرا که میانگین اشغال تخت الان کمتر از 15% است. هتل‌ها کارگر اخراجی نداشتند، اما 2/3 کارکنان هتل‌ها در ایام کرونا تعدیل شدند تا بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. موج از بین رفتن شغل به صنعت گردشگری محدود نمی‌شود. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زمستان 99 با 0.3% افزایش نسبت به پاییز به 9.7% رسید. طبق این گزارش در طول یک سال گذشته شمار ایرانیان شاغل 300 هزار نفر کم شده. هم مردم خیلی زحمت کشیدن، هم کسبه خیلی زحمت. دولت ایران می‌گوید وضع ممکن بود از این هم بدتر باشد. به گفته محمد شریعت مداری وزیر کار ایران، معاونت اشتغال وزارت کار در سال گذشته با ایجاد مرکز اورژانس کسب و کار و مرکز پایش سیاست‌های اشتغال از ریزش سالانه 300 هزار نیروی کار جلوگیری کرده. از آغاز همه‌گیری کووید 19 دولت در مقاطعی به کسب و کارها دستور داده که کرکره‌ها را پایین بکشند. اصناف می‌گویند دولت باید به عواقب اقتصادی تصمیم‌هایش هم فکر کند. به گفته دبیر کل اتاق اصناف ایران،
بیش از 1 میلیون واحد صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل می شوند. با توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان گفت 3 میلیون نفر به تعداد روزهایی که قرمز هستند در کشور بیکار خواهند شد. ولی بار مشکلات بازار کار بین زنان و مردان به یکسان تقسیم نشده و این زنان هستند که بیشترین ضربه را از رکود و شیوع متحمل شدند. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران ظرف 2 سال گذشته شمار زنان شاغل بیش از 1,100,000 نفر کم شده و به کمتر از 3.5 میلیون نفر رسیده که پایین ترین رقم در 5 سال گذشته است. هتلداران مثل خیلی از بخش‌های دیگر اقتصاد ایران برای فروکش کردن تب رکود لحظه شماری می‌کنند. رکودی که هزینه‌اش را صدها هزار ایرانی بیکار شده می‌پردازند و شاید تا بحران همه‌گیری حل نشود به پایان نرسد. بهرنگ تاجدین، BBC. علیرضا سمیعی روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای سمیعی، کرونا به همه کشورهای جهان لطمه زده، کارهای زیادی تعطیل شدن. وضعیت ایران چقدر مرتبط با این تصویر بزرگتره؟ خب واقعیتش این هستش که طبق آمارهایی که در یک سال 2020 میلادی اعلام شده، ایران جزو 3 کشوری بوده که بیشترین نرخ بیکاری رو داشته، در کنار برزیل و ترکیه. و این تازه آمارهای رسمی که تو ایران اعلام میشه بر اساس حداقل 1 ساعت کار در هفته هستش، که این آمار خب هیچ جای دنیا مورد قبول نیست. آیا تأثیر کرونا بر وضعیت کسب و کار در ایران، کسب و کار در ایران مشابه سایر جهانه یا اینکه تفاوتی با ایران داره؟ در خب ببینید، واقعیتش این هستش که مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره خیلی فراتر از کرونا هستش. در واقع میتونم اینجوری بگم که ما برای اینکه میزان اشتغال در جامعهمون بیشتر بشه و بیکاری کمتر بشه، ما نیاز به سرمایه گذاری داریم و سرمایه گذاری هم مطمئنن باید سرمایه گذاری خارجی باشه، چون سرمایه گذاری داخلی که یعنی ما سرمایه‌ای که در داخل کشور خودمون داریم همش مجبوریم که صرف پروژه‌های عمرانی بکنیم که از 1% تا 95% سالهاست باقی مونده و به نتیجه نرسیده. ما نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم. با این وجود به دلیل مشکلات تحریم ها، به دلیل مشکلاتی که در زمینه FATF ما داریم و اینکه سرمایه گذاری خارجی حاضر نیستن وارد کشور ما بشن، آمار اشتغال همینجوری داره پایین تر میاد و بیکاری بالا میره. آی سمید، خیلی از کشورهای جهان کسب و کارها با حمایت های دولتی زنده هستند. از این منظر اگر نگاه بکنین، چقدر کسب و کارهای متعدد در ایران از طرف دولت مورد حمایت قرار گرفتند؟ ببینید، در همین کشور کانادا که الان من ساکن هستم، از ابتدای شیوع کرونا دولت اعلام کرد هم از افراد بیکار شده و هم از کسب و کارهای متضرر شده حمایت میکنه. خب به افراد به طور ماهانه حداقل حقوق رو داد که بتونن باهاش حالا زندگی بکنن تو ایران، ولی این اتفاق عملا نیفتاد. کمک هایی که انجام شد با یه سر و صدای خیلی زیاد، یه وام خیلی ناچیز 1 میلیون تومانی بود، بعد کمک های 100,000 تومانی بودش که با شرایط اقتصادی فعلی و نرخ های کالاهای اساسی که ما شاهد هستیم تو ایران، عملا این پول ها چیز خیلی چشمگیری نبوده. خب خیلی از کارها اشاره شد که آسیب دیدن، خیلی از مشاغل به خانه ها منتقل شدن. چطور هست که اینجا بیشتر زنان آسیب دیدن، بیشتر زنان بیکار شدن؟ ببینید، خب واقعیتش این هستش که زنان در بخشی از جامعه مشغول، یعنی بخش‌هایی کار می‌کنند که بذارید از قبل‌ترش بهتون بگم. خب ما قبل از شیوع کرونا یا دوره بیکاری و مشکلات اقتصادی هم آمار اشتغال زنان تو جامعه ما خیلی کمتر از اون چیزی بودش که باید باشه. با این وجود زن‌های جامعه ما تو بخش‌هایی دارن کار می‌کنن که عملاً خیلی راحت‌تر می‌تونن کنارشون بذارن، در حالی که خب مردها این اتفاق براشون نمی‌افته. طبق آماری که مرکز آمار اعلام کرده، حدود 78% از افرادی که بیکار شدن که خانم‌ها هم شاملشون هستن، خب سرپرست خانوار هستن، که این بیکاری خب لطمات خیلی زیادی از نظر اجتماعی، امنیتی و زندگی به مردم وارد کرده و حتی میشه گفت روانی. بسیار ممنونم از علیرضا سمیعی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی از تورنتو کانادا با ما.
رئیس جمهوری اسرائیل فردا با رهبران احزاب ملاقات میکند تا این کشور را از بنبست سیاسی خارج کند. آنها نامزد مورد نظر حزبشان را به روان ریولین معرفی خواهند کرد. بعد از تازه ترین انتخابات هیچ یک از این رهبران حمایت دست کم 61 عضو پارلمان را ندارد. بعضی از رسانه ها میگویند که منصور عباس رهبر یک حزب عرب اسلامگرا کسی است که میتواند به این بنبست پایان دهد. اما چنین سیاستمداری چطور در چنین موقعیتی قرار گرفته؟ کیوان حسینی گزارش میدهد. حزبش کمترین کرسی ها را در پارلمان اسرائیل دارد. اما وقتی هفته گذشته میخواست سخنرانی کند، نگاه سراسر اسرائیل به دهان او بود. من به نمایندگی از کسانی که به من رأی دادند دستم را دراز می کنم تا فرصتی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در این سرزمین مقدس به وجود بیاوریم. نمی خواهم بخشی از یک بلوک سیاسی چپ یا راست باشم. من طرف گروهی هستم که مرا انتخاب کرده. بلوک مردم. پخش زنده سخنرانی منصور عباس از تلویزیون‌های اسرائیل بی‌دلیل نیست. در انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو موفق شد با حزبش لیکود به بیشترین تعداد کرسی‌ها دست یابد. اما او و احزاب دست راستی که با لیکود در ائتلاف هستند، در مجموع 52 کرسی دارند و در پارلمان 120 نفری اسرائیل به حداقل 61 کرسی مورد نیاز برای تشکیل دولت نمی‌رسند. نتانیاهو در حال مذاکره با نفتالی بنت از حزب یامیناست. اگر موفق شود او را به ائتلاف خودش بکشاند، تعداد کرسی‌هایش به 59 می‌رسد که باز هم کافی نیست. اما اگر بتواند حمایت منصور عباس را هم به دست بیاورد، به 63 کرسی خواهد رسید و اسرائیل از بنبست خارج می‌شود. سناریویی که البته یک مشکل بنیادین دارد. منصور عباس و همحزبی‌هایش عرب و مسلمان هستند. شهروندانی که در ادبیات رسمی و رسانه‌ای عرب‌های اسرائیل معرفی می‌شوند، اما در واقع فلسطینی‌هایی هستند که هرگز از اسرائیل مهاجرت نکردند. بعد از اعلام تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 میلادی و جنگ‌هایی که اعراب در آن شکست خوردند، گروه بزرگی از فلسطینی‌ها خانه و کاشانه‌شان را رها کردند و سرزمین‌هایی که بر اساس تقسیم بندی سازمان ملل به اسرائیل تعلق گرفته بود خارج شدند. اما گروهی هم ماندند. آنها نزدیک به 20 سال تحت حکومت نظامی زندگی کردند و آرام آرام به حقوق بیشتری به عنوان شهروند اسرائیل دست یافتند. با این حال، اعراب اسرائیل هرگز به عنوان یکی از اعضای ائتلافهایی که دولت را در این کشور اداره کرده حضور نداشتند. نقطه عطف زندگی سیاسی منصور عباس و همفکرانش در حزب سراسر عربیش هم به همین موضوع گره خورده. جایی که اعلام کرد مشکلی برای پیوستن به یک دولت یهودی ندارد و حزبش را از ائتلاف بزرگ عرب اسرائیل خارج کرد. او میگوید برای حمایت از نتانیاهو 4 شرط دارد که پارسال آنها را در دوره قبل که نماینده کنست بود اعلام کرده. سرمایه گذاری دولت برای کاهش جرم در میان عرب، حذف موانع اقتصادی برای عرب‌ها، حل مسئله بحران مسکن عرب‌ها و سرآخر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در روستاهای عرب نشین. آقای نتانیاهو قبل از انتخابات گفته بود که بین منصور عباس و باقی احزاب عرب تفاوتی نمی‌بیند و حاضر نیست با آنها ائتلاف کند. اما از وقتی نتیجه انتخابات روشن شده، تعدادی از اعضای لیکود در مصاحبه‌هایی گفتند که مشکلی با این موضوع ندارند. از میان متحدین مذهبی حزب لیکود هم خایم کانیفسکی، پدر معنوی حزب اتحاد یهودیت تورانی، گفت که ائتلاف با یک مسلمان که به ارزش‌های دینی و اخلاقی پایبند است بسیار بهتر از متحد شدن با احزاب یهودی است که دین و ایمان سرشان نمی‌شود. اما بتزالل اسموتریش، رئیس حزب صهیونیست‌های مذهبی، گفت که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست با یک حزب عربی و مسلمان ائتلاف کند. با این بس، بخت منصور عباس و همحزبی‌هایش برای ورود به دولت چندان زیاد نیست. موضوعی که ظاهراً در این لحظه چندان برایش مهم نیست و او در عوض در تلاش است تا از توجه رسانه‌ای فعلی برای طرح مسائل و مشکلات اعراب اسرائیل بهره ببرد. کیوان حسینی، BBC.
امروز 4 آوریل روز جهانی اطلاع رسانی درباره خطرات مین است. ایران و افغانستان از آلوده ترین کشورها به مین و مواد منفجرند، وضعیتی که باعث شده بسیاری جانشان را از دست بدهند. با گذشت بیش از 3 دهه از پایان جنگ ایران و عراق، این سوال مطرح می شود که چرا هنوز میلیون ها مین در ایران هست. گزارش سوران قربانی را می بینیم. داشتیم از کوه بالا می رفتیم. بارون اومده بود و زمین خیس بود. داشتم راه می رفتم. پای چپم رو بلند کردم و یهو زیر پام منفجر شد و پرت شدم. منو با فاصله زیادی پرت کرد. وقتی خواستم بلند شم افتادم زمین. فهمیدم که پام قطع شده. صابر هنگام کولبری در مرز پیرانشهر روی یک مین ضد نفر رفت. مینی که از زمان جنگ ایران و عراق در کمین او بود و آن شب بارانی پای چپش را از او گرفت و زندگیش را برای همیشه دگرگون کرد. ایران میگوید حدود 20 میلیون مین در 5 استان غربی کاشته شده. با مقایسه مجموع جمعیت این استانها و تعداد مینهای اعلام شده تقریبا به هر نفر از مردم این مناطق 2 مین میرسد. کارشناسان میگویند که سرعت کاشتن یک مین 25 برابر سرعت خنثی‌سازی اونه. اما سوال اساسی اینه که پس از گذشت بیش از 3 دهه از جنگ ایران و عراق چرا این دشمنان ساکت هنوز در کمین هستند؟ باید نهادهای غیر نظامی و دور دیده در سازمانهای جهانی این کار انجام بده، نه یک نهاد نظامی به اسم وزارت دفاع. مشکلی که عرض کردم از ابتدا داریم اینه که سپاه داره این کار انجام میده، یا مثلا گردانهای مهندسی ارتش دارن این کار انجام میدن، یا شرکت‌های نیمه خصوصی که باز هم بازنشسته‌های سپاه هستن با همون روی کرده نظامی دارن پاکسازی رو انجام میدن، بنابراین کافی نیست. ایران از نظر تعداد مین‌های کاشته شده یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان است. تا به حال نزدیک به 10,000 نفر در این کشور قربانی مین شده‌اند. ایران همواره گفته که این مین‌ها را ارتش عراق در دوران جنگ کاشته، اما از آنجا که ارتش عراق در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی عملیات زمینی انجام نداده، معلوم می‌شود که دستکم مین‌های این دو استان را نیروهای ایرانی کاشته‌اند. پیشتر بسیاری از فعالان مدنی و وکلای قربانیان مین هم به این نکته اشاره کرده‌اند. نو از میدان مین میگیم میدان مین پایگاهی، بعد از اتمام کاربری پایگاه ها رها شدن، یعنی در روستای نشکاش مریوان 7 بچه به خاطر همون مین های پایگاهی رفتن و میتونیم موارد زیادی رو مثال بزنیم در پیرانشهر، در مریوان، در بانه، در سرقز. یکی از معضلات مهم کردستان اینه که در خونه ای رو که باز میکنی رو به یک میدون مین باز میشه. همزمان ایران از پیوستن به پیمان اتاوا که ساخت، نگهداری، انتقال و خرید و فروش مینهای ضد نفر را ممنوع میکند سر باز زده. ایران با ذکر شرایط سرزمینی و سیاسی خود از پیوستن به این پیمان خودداری کرده. جمهوری اسلامی کاشت مین رو یک سازوکار دفاعی میدونه و هنوز مین کاشته میشه متاسفانه در سیب و سوران، در سراوان. سال گذشته 2 نفر روی مین رفتن، آقای امیر طالبی گل، یکی از کویرنوردهای مشهور ایرانی بود، رفتن روی مین کشته شدن متاسفانه در کویر لوت. یعنی شما معتقدید که ایران مین‌های جدیدی رو کاشته؟ برای مین کاشته میشه متاسفانه، یعنی این مسئله فقط در کردشی نیست بلکه در شرق کشور مین کاشته میشه. شاید مقایسه کوتاه بین عملکرد عراق و افغانستان با ایران به روشن شدن موضوع کمک کند. عراق هم در دوران جنگ 8 ساله تمام مرز خود با ایران را مین گذاری کرد. ولی اینجا دستکم میدانهای مین علامت گذاری شدند و اطلاع رسانی در این زمینه متوقف نشده. افغانستان هم که هنوز درگیر جنگ است به نهادهای بین المللی اجازه داده تا هم مردم را از خطرات مین آگاه کنند، هم در پاکسازی مینها شرکت داشته باشند. اطلاع رسانی در مدارس استانهای مین گذاری شده و علامت گذاری در جاهایی که مین کاشته شده می تواند مؤثر باشد. نگاهی به آمار قربانیان و عملکرد نهادهای درگیر نشان می‌دهد که ایران در این زمینه عجله‌ای ندارد و صبر آنها مانند صبر مین‌ها زیاد است. سوران قربانی، BBC.
ویژه برنامه سال پایانی قرن 14 رو با هفتمین قسمت از گزارش 100 سال تحولات موسیقی ایران دنبال می‌کنیم. در دهه 40 خورشیدی رویدادهای مهمی در دنیای موسیقی رخ داد، از جمله گشایش تالار رودکی و تأسیس گروه موسیقی در دانشگاه تهران. فرج بالافکن در این قسمت از گزارشش نگاهی کرده به رویدادهای دیگری در آن دوران. شامگاه پنجشنبه 4 آبان 1346 از حافظه تاریخی اهل موسیقی زدوده نخواهد شد. از روزی که درباریان قجر بزرگان موسیقی را عملی طرب خاصه خطاب می‌کردند تا آن شب انگار 1000 سال گذشته بود. به جز کافه و کاباره یا سالن نمایش، کشور صاحب تالار اپرای باشکوه شده بود که قابلیت میزبانی از انواع مدرن آثار هنری را داشت. این البته همه دستاورد موسیقی پهلوی ها نبود. یکی گام فیثاغورس، یک گام هارمونیک. دکتر مهدی برکشلی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، رشته موسیقی را در دانشکده هنرهای زیبا به راه انداخت و هرمز فرحت از آمریکا فراخوانده شد تا اولین رئیسش باشد. وقتی که من به ایران آمدم، از من دعوت شد که دپارتمان موسیقی که در دانشگاه تهران در درون دانشکده هنرهای زیبا ایجاد شده بود رو سرسامانی بدم، چون تنها استاد ثابتی که در اون زمان در دانشگاه بود آقای نورعلی خان برومن، که البته ایشون در زمینه موسیقی ایرانی اطلاعات وسیعی داشت، مخصوصا در ردیف موسیقی سنتی خیلی صاحب نظر بود، ولی خب آدم دانشگاهی که نبود که مثلا بتونه دانشجویان رو در کارهای پژوهشی هدایت بکنید. بیا کسانی رو پیدا بکنم که قابلیت زیادی داشتن برای تدریس در دانشگاه، از جمله آقای مرحوم محمد تقی مسعودی که واقعا یه موسیقی شناس خیلی برجسته بود، آقای مشایخی که آهنگساز هست، و آقای پژمان رو آوردم. عضویت آقای پژمان هم ناشی از سیاست‌گذاری فرهنگی بود، چرا که مهرداد پهلبود، وزیر وزارت تازه تأسیس فرهنگ و هنر، نوازنده حرفه‌ای ویولون بود و برادرزاده غلام حسین مینباشیان. خیشاوندی با شاه هم پشتوانه محکمی بود برای تصمیماتش. تمرین میکردیم که بریم تلویزیون، مثلا فردا شب بریم تلویزیون. پهلبود سنجری رو اشاره کرد که بیا اینجا. سنجری اومد گفت آقای پهلبود تو رو میخواد. منم رفتم اونجا تو حیاط و گفت باریکلا خیلی آهنگ قشنگی ساختی، ولی آماده نیست، فردا شب نباید بزنه. گفت تو به من قول میدی اگه من تو رو بفرستم خارج بر میگردی؟ میگم کورچی میخواد دو چشمه بینا. اون روز یعنی یکی از بهترین روزهای زندگی من بود. اما خروجی اولین دوره دپارتمان موسیقی دانشگاه تهران چه کسانی بودند؟ تو موسیقی ایرانی البته چند نفر افراد خیلی برجسته‌ای پیدا شدند، آقای داریوش طلایی و مرحوم محمد رضا لطفی. در زمینه موسیقی غربی هم آقای درویشی که هم البته رو موسیقی ایرانی کار کرد ولی الان بیشتر در زمینه آهنگسازی فعال هست. نظر استاد را درباره شاگردان شنیدیم، حالا نظر شاگردان را درباره سیستم آموزشی آن دوره بشنویم. اون موقع فضای دانشگاه فضای خوبی بود، یعنی هم استاد خوبی در زمینه موسیقی ایرانی، یعنی منظورم موسیقی دستگاهی ایران بودن، هم استاد خوبی در زمینه موسیقی غربی بودن، مثلا استاد خیلی از سازها
استاد خارجی بودن که تو ارکستر سمفونیک یا ارکستر اپرا کار میکردن. مثلا فرض کن آقای ملک اصلانی هم استاد پیانو بود. یعنی ساعت اساسا مخصوصا تو اون سالهای بین مثلا 53 تا 57 یک دوره طلایی بود. به رویدادهای مهم اواسط دهه 40 تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را هم اضافه کنیم که در اعتلاء فرهنگ موسیقی نقش مهمی بر عهده داشت. در موسیقی فرهنگی فواصل طوری ایجاد شده، طوری طبیعتاً ایجاد شده که نسبتشون با نسبت فواصل ما فرق داره. مثلا مرتضی حنانه، آهنگساز برجسته در گروه موسیقی تلویزیون، در یک اقدام روشنگرانه نقد و بررسی موسیقی ایران و جهان را آغاز کرد. برنامه بی‌نظیر که همچنان تازه است. فرج بالفکن، بی بی سی. هزار و مرتبه به به از آن لب شکرینت خدا کند که نباشد اجل به قصد کمینت. سه قسمت دیگه از این مجموعه 10 قسمتی باقی مونده که در شب‌های آینده در برنامه 60 دقیقه پخش خواهیم کرد. حتما ببینید. میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بکنید و تازه ترین ها رو در وبسایت ببینید. از جمله دو سه تا خبر جالبی که ما در برنامه 60 دقیقه نداشتیم، یکیش این هست که 28 شیء باستانی از اتریش به ایران منتقل شده. پلیس اتریش این اشیاء رو از یک باند قاچاق اشیاء عتیقه کشف کرده و اون رو به ایران برگردونده. در میان خبرهای منفی که این روزها بیشتر میشنویم، این خبر خبری است جالب و البته مثبت. از بازار مرغ هم البته خبر میرسه که تعدادی از کسانی که از اونها تحت عنوان دلالان مرغ نام برده شده دستگیر شدن و از اونها 53 تن مرغ در این مدت کشف شده و روانه بازار شده. میتونید به شکلی مفصل خبرهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشتری رو در وبسایت ما بخونید و ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه البته در سایت ما هم در دسترس است و همینطور میتونید برنامه قبلی و این برنامه رو در کانال ما در یوتیوب هم تماشا کنید.